در خط خبرها و مطالب عمده در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای امریکا. مستوفیت شهر جلال آباد آماج حمله مرگبار قرار گرفته است. شما را از تازه ترین جزئیات آن آگاه خواهیم ساخت. حمله تندروان مسلمان بر سه کلیسا در اندونزیا. مقامات میگویند که این حمله کاری یک گروه الهام یافته از داعش بوده است. و در بخش صحی این هفته گزارشی در مورد شیوه های تعیین فشار خون و نیز بحث پیرامون امراض ناشی از مقاربت های جنسی را خواهید شنید. با تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. احمد فاضلامی هستم با برنامه امروز یکشنبه 23 ثور سال 1397 شمسی از شهر واشنگتن دی سی. خوشحالم که در 11 سال گذشته افتخار میزبانیتان را در این برنامه داشتم و امروز برای آخرین بار مجموعه خبری این ساعت را از طریق تلویزیون آشنا صدای آمریکا به شما ارائه می کنم. ساختمان مستوفیت در شهر جلال آباد آماج حمله مسلحانه گروهی قرار گرفته و تا حال آواز چندین انفجار در ساحه شنیده شده است. درگیری منصوبین امنیتی با مهاجمین تا لحظات پیش نیز ادامه داشته و تا ساعت قبل کشته شدن حداقل 9 نفر و زخمی شدن 36 تن دیگر در این حمله تصدیق شده بود. نجیب الله کاموال رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار به صدای آمریکا گفت که در میان قربانیان این رویداد کودکان نیز شاملند. دکتران وضعیت صحی شماری از مجروحین را وخیم خواندند. به گفته مقامات محلی مهاجمین نخست یک موتر مملو از مواد انفجاری را در مقابل ساختمان مستوفیت منفجر کردند و سپس با نیروهای امنیتی درگیر نبرد شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز از حادثه که در چوک مستوفیت ولایت نگار با وقوع پیوسته در حدود 36 تن زخمی به شفاخانه عضوی مراجعه نموده و همچنان 9 تن شهید. در جمع شهدا یک طفل و در جمع زخمی ها هم 2 طفل وجود داره. خوشبختانه زخمی ها حالتشان فعلا خوب هستن، صرف 5 الی 6 مریضی که او حالتشان وخیم هستن. تیم جری ما کوشش میکنیم که او هم صحت یاب شون و ان شاء الله تا آخر روز 15 الی 20 مریض رخصت خاطر شدن و به خانه خودش بود. ځان زه ته دا زمونږ یو ونډوال دی چې څلور ول هم دې د ماکه کې شي چې ودا یو خپل د بیچاره نشته او ټول افغانان په دغه ځل مري موږ وسو افغانانو د قان دي خپل نه فهمیدل انفجار شو د دفتر کې د دفتر په لاره کې خېل ترسناک بود بعض به چیز نه فهمیدل. برای به دست آوردن جزئیات بیشتر این حمله امین اکنون از در شهر جلال آباد با خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت از طریق اسکایپ در ارتباط مستقیم هستیم تا معلومات تازه را از جریان این حمله ارائه بکنند. آقای حسرت سلام بر شما. در اول اگر بگوین که فعلا وضعیت از چه قرار است، یا حمله هنوز هم ادامه داره یا پایان یافت؟ بل این رویداد که ساعت 12:30 امروز آغاز شد تا اون هم به شکل وقفوی ادامه دارد. بله. آیا در مورد بله در داخل ساختمان مستوفیت جلال آباد شنیده شده است؟ بله. این معلومات مقامات دولتی مهاجمان نخست یک موتر مملو از مواد انفجاری را در پیش در ورودی اداره مستوفیت انفجار داده و سپس وارد ساختمان شدند. در این رویداد بیشتر مردم ملکی آسیب دیدند، کسانی نیز کشته و زخمی شدند که برای دریافت یک لقمه نان برای خانواده خود به کار کارمندان مسئولیت ننگرهار. بله. آیا از هویت مهاجمین چیز گفته شده؟ آیا کدام گروهی این حمله را ادعا کرده و یا حداقل مقامات در ننگرهار چی میگن که این حمله کننده ها کیا هستند؟ مقامات فقط میگن که مهاجمان هستن و مهاجمان نیست، روشن نیست. یک مقام دولتی به صدای امریکا گفت که تایید میکنه، بیشتر جزئیات را نمیکنه. چرا نمیگن که این مهاجمان وابسته به کدام گروه مخالفین مسلح دولت افغانستان هستن؟ بله خب این خبر بله مسئولیت این رویداد نیست.
این واقعه هنوز در حال جریان است و خبرها انکشاف پیدا میکنه. در این مورد بعدا از جزئیات بنیدار آگاه خواهیم ساخت. یک مسئله دیگه، امروز خبر داده شد که والی ننگرهار آقای گلاب منگل از وظیفه‌اش کنار رفته، استعفا داده. دلیل استعفایش چی بوده؟ آیا شما کدام معلومات تازه در این مورد دارید؟ بله، منیرا یوسف داده سخنگوی اداره ارگان های محلی افغانستان و صدر امریکا گفت که استعفا والی ننگرهار به این اداره رسیده است و مهم دی آخر هنوز روشن نیست. با گفته خانم یوسف داده، دلایل استعفای گلاب منگل شخصی بوده است و هیچ ربطی به مسائل سیاسی و امنیتی ندارد. سخنگوی والی ننگرهار نیز استعفای منگل تایید میکنه و علت آن را مسائل شخصی یا آقای منگل عنوان میکند و بیشتر در مورد جزئیات ارائه نمیکند. بله، تشکر از گزارش مفصلتان آقای حضرت، ممنون. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان از نهادهای دولتی و غیر دولتی خواسته که از مداخله مستقیم و غیر مستقیم در پروسه‌های انتخاباتی خودداری کنند. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی این کمیسیون به نشر رسید، آماده است که علائم مداخلات مستقیم و غیر مستقیم مسئولین و نهادهای دولتی و غیر دولتی در امور انتخابات به ملاحظه می‌رسد. پس از تعیین کمیسیون‌های دوگانه انتخاباتی از سوی رهبران حکومت وحدت ملی، این نخستین بار است که یکی از کمیسیون‌ها مداخلات مسئولین دولتی در امور انتخابات را اذعان می‌کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان گفته که کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است تا غرض رفع نگرانی‌ها ناشی از نصب استیکرها در اصل تذکره و یا کپی آن در اسرع وقت دیتابیز مرکزی فهرست رای دهندگان را نیز ایجاد کند. سران جنبش عدالت‌های پشتون‌ها در پاکستان یا تحریک تحفظ پشتون می‌گویند که مقامات امنیتی ایالت سند، منظور پشتین رهبر این حزب، رهبر این جنبش البته، و شماری از همراهانش را در راه رسیدن به کراچی بار دیگر توقیف کردند. در سلسله مظاهرات در شهرهای مختلف پاکستان، تحریک تحفظ پشتون امروز گردهمایی بزرگی را در شهر کراچی سازماندهی کرده است. دیروز به منظور پشتین اجازه داده نشد که از میدان هوایی اسلام آباد به کراچی پرواز کند. ناچار او راه زمینی را در پیش گرفت و در طول راه نیز با موانع متعددی برخورد و دیشب پلیس او را به مدت کوتاهی توقیف کرد و سپس رها گردید. اما حالا یارانش میگویند که پشتین و همراهان او بار دیگر توقیف شدند. با این هم گرد همایی کنندگان در کراچی منتظر رسیدن منظور پشتین به آنجا و شنیدن سخنرانیش است. از سوی دیگر گفته می شود که نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان پذیرفته است که کشورش در حمله سال 2008 بر شهر ممبای هند نقشی داشته است. در حمله مورخ 26 نوامبر سال 2008 بر شهر ممبای، 10 فرد مسلح پاکستانی نقاط مختلف آن شهر را برای 3 روز تحت حمله قرار دادند که در نتیجه 166 تن کشته شدند. روزنامه دان پاکستان با نقل از نواز شریف صدر اعظم پیشین آن کشور نوشته که سازمان‌های تندرو در پاکستان روبروشت بوده و عوامل غیر دولتی مسئول یک سلسله حملات، البته حملات هماهنگ در شهر ممبای بودند. وزیر امور اقلیت‌ها در هند میگوید که نقش پاکستان در آن حملات بالاخره رسوا گردید. ببینید، واضح است هند بارها گفته است و شواهدش را ارائه کرده که حمله دهشت افغانی بر ممبای در خاک پاکستان طرح‌ریزی شده بود و پلان آن در پاکستان ساخته شده بود و این عمل شیطانی کم و بیش در پاکستان سازماندهی شده بود. شواهد غیر قابل انکار در این زمینه ارائه گردیده است. اینکه پاکستان آن شواهد را رد می کند موضوع جدا است، اما صرف نظر از اینکه آنها چقدر انکار کردند، مسئله رسوا شد. از جانب دیگر، یک تارنوال هندی موظف در قضیه حملات ممبای میگوید این نکته حالا کاملا در سطح بین المللی روشن شد که نواز شریف با وجود آگاهی از حقایق در روند پیگرد عدلی حمله بر ممبای همکاری لازم نکرده و حکومت پاکستان بازیچه دست تندروان و اردوی آن کشور است. پاکستان در یک اقدام بالمثل محدودیت‌هایی را بر دیپلمات‌های آمریکایی در آن کشور وضع کرده است. وزارت خارجه پاکستان طی مکتوبی گفته است که من بعد اساسیه‌های متعلق به کارمندان سفارت آمریکا در پایگاه‌های هوایی پاکستان شدیداً تلاشی خواهد شد و نیز این کارمندان برای خارج شدن از یک محدوده تعیین شده
نیاز به اجازه مقامات پاکستانی خواهند داشت. همچنان کارمندان سفارت آمریکا در پاکستان نمی توانند شیشه های موترهایشان را سیاه سازند و نیز بر موترهای رسمیشان از نمبر پلیت های غیر دیپلماتیک استفاده کرده نمی توانند. از جانب دیگر محکمه عالی اسلام آباد با صدور حکم یک دیپلمات آمریکایی متهم در یک حادثه مرگبار رانندگی را از پاکستان ممنوع الخروج اعلام کرد. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، منبع اخبار موثق و گزارش‌های جامعه. در نتیجه سه انفجار در سه کلیسا در اندونزیا به شمول 6 مهاجم 13 تن کشته و 41 تن دیگر زخمی شدند. هر سه انفجار در شهر سورابایا رخ داد و مسئولیت این حملات انتحاری را گروه داعش ادعا کرده است. مقامات امنیتی میگویند که مهاجمین انتحاری 6 عضو یک خانواده بودند. سازمان استخباراتی اندونزیا میگوید مضمونین حملات در کلیساهای آن کشور گروه به نام جماعت انصار الدوله که یک گروه الهام گرفته از گروه دولت اسلامی یا داعش است می باشد. این گروه مسئول انفجارهای روز یک شنبه در کلیسا در دومین شهر بزرگ آن کشورند. رئیس اداره استخباراتی اندونزیا گفته است این گروه از مدت‌ها آن را پلان کرده بودند ولی تاکنون هیچ گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. سخنگوی پلیس ایالت جاوا گفت تحقیقات روی چگونگی وقوع این حملات ادامه دارد و علاوه کرد تحقیقات در محل انفجار هنوز ادامه دارد. هنوز ما در جریان شناسایی هویت 800 هستیم. ما در اول گفتیم که 8 تن کشته شده، اما اکنون یک جسد دیگر نیز شناسایی شد و تعداد کشته شدگان به 9 نفر رسیده است. پلیس دستور مسدودیت موقت تمام کلیساها در سورابایا را صادر کرد. بر اساس گزارش رویترز، جشنواره بزرگی که قرار بود در این شهر دایر شود نیز لغو گردید. همسر یک تن از زخمی شدگان این حادثه در باهاسای اندونزیا گفت مراسم در کلیسا برگزار شده بود و همسرم از مهمانان این مراسم پذیرایی میکرد و او درهای کلیسا را باز میکرد. کلیساها در جاگارتا پایتخت اندونزیا مراسم دعاخوانی صبح امروز را لغو کردند. پلیس برای تأمین امنیت در سرتاسر پایتخت خصوصا در اطراف اماکن مهم تدابیر شدید امنیتی را وضع کرده اند. این واقعه در حال رخ می دهد که گروه از علمای مذهبی از افغانستان و پاکستان هفته قبل در اندونزیا روی ختم تنش در منطقه و مبارزه با دهشت افغانی ملاقات کردند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز با صدور یک اعلامیه مطبوعاتی این حملات را در اندونزیا محکوم نمود. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. مقامات فرانسه میگویند مردی که به روز شنبه در مرکز پاریس ذریعه چاقو به حمله پرداخت در اصل چشینیایی بوده و در سال 1997 زاده شده بود. مقامات افزودند که پدر و مادر فرد مهاجم برای تحقیق از سوی پلیس فرانسه دستگیر شدند. جرارد کولومب وزیر داخلی فرانسه اوایل امروز به خبرنگاران گفت که در واقعه دیروز یک نفر جان باخت و 4 تن دیگر زخمی گردید که وضع صحی زخمی شدگان اکنون در خطر نیست. وزیر داخلی فرانسه همچنان با یکی از زخمی شدگان این واقعه دیدار کرد. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را ادعا کرده و گفته که فرد مهاجم عضو آن گروه بوده است. کره جنوبی از جدول زمانبندی کره شمالی برای تخریب ساحه آزمایش‌های هسته‌ای‌اش استقبال کرد. سخنگوی قصر ریاست جمهوری کره جنوبی امروز گفت که تصمیم پیونگیانگ مبنی بر تخریب ساحه آزمایش نشان دهنده اراده برای پابندی به تعهداتی است که در دیدار میان رهبران دو کوریا بر آن توافق صورت گرفته بود. کره شمالی گفته که تا 10 روز دیگر ساحه آزمایش بم هسته‌ای خود را تخریب خواهد کرد. این در حالی است که انتظار می رود که در ماه جون کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دیدار تاریخی داشته باشند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز در بیجینگ با وزیر خارجه چین ملاقات کرد. آقای ظریف رهبری یک هیئت بلند رتبه ایرانی را در این سفر به چین بر عهده دارد و هدف این سفر تبادله نظریات روی انکشافات در قبال موافقتنامه هسته‌ای ایران با جهان ذکر شده است.
چین من حیث یکی از اعضای کلیدی شورای امنیت سازمان ملل متحد در پروسه مذاکره روی این موافقت نامه شامل بود و یک همتای اقتصادی ایران تلقی می گردد که حداقل یک سوم نفت ایران را خریداری می کند. چین تأسف خود را از خروج ایالات متحده از موافقت نامه هسته‌ای با ایران ابراز داشت و اضافه کرد که چین به این موافقت نامه متحد باقی خواهد ماند. از سوی دیگر نخستین کشتی تیاره بردار چین که از سوی خود آن کشور ساخته شده امروز بندر شمال شرقی چین را به منظور سیر دریایی آزمایشی ترک کرد. این تازه ترین گام چین در راستای تلاش‌ها برای عصری ساختن اردوی آن کشور خوانده شده است. تلویزیون دولتی چین تصاویری از این کشتی تیاره بردار را که هنوز نامی برای آن برگزیده نشده نشر کرد. در این تصاویر حرکت این کشتی از شهر دالیان دیده می شود. چین نخستین تیاره کشتی بردار خود را سال گذشته افتتاح کرد، اما هنوز سیر دریاییش را آغاز نکرده بود و سلاح و تجهیزات بر آن نصب می گردید. مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده برگزاری انتخابات پارلمانی را به عراقی‌ها تبریک گفته و به تعهد واشنگتن و توافق استراتژیک بین عراق و ایالات متحده و تحکیم روابط بین طرفین مجدداً تاکید ورزیده است. مردم عراق پس از اعلام پیروزی عراق در برابر داعش به روز شنبه در نخستین انتخابات پارلمانی اشتراک کردند. بر اساس گزارش کمیسیون ملی انتخابات عراق حدود 10 میلیون عراقی در رای دهی اشتراک کردند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده به روز شنبه برگزاری انتخابات پارلمانی را در بیانیه به مردم عراق تبریک گفته علاوه کرد که مردم عراق صدایشان را شنواندند. شهروندان از هر گروه قومی و مذهبی و از تمامی 28 ولایت به شمول بجا شدگان داخلی صدایشان را شنواندند. آقای پامپئو تعهد واشنگتن را به توافق چارچوب استراتژیک که بیانگر تحکیم روابط بین ایالات متحده و عراق است مجدداً تاکید کرد. عراقی‌ها به روز شنبه در سراسر آن کشور به پای صندوق‌های رأی رفته در نخستین انتخابات پارلمانی پس از شکست گروه داعش در آن کشور شرکت کردند. رای دهندگان از 7000 کاندید باید 329 نفر را برای پارلمان عراق انتخاب می‌کردند. باشندگان بغداد، فلوجه که دارای اکثریت سنی ها و نجف که باشندگان آن شیعه مذهب هستند در جمله شهرهایی بودند که روند رای‌دهی را با استفاده از روش رای‌دهی الکترونیک که در آن از کارت های هویت و نشان انگشتشان استفاده شد انجام دادند. این هم مردم عراق که رای می دهند. برخی ها می گویند این کشور و یا آن کشور بهتر است. آنها می گویند که کشورهای دیگر عراقی ها را نجات دادند. اما فکر می کنید عراقی ها چی می کردند؟ تمام پسرانم شهید شدند. صحنه های رای‌دهی در فلوجه چند سال قبل غیر قابل تصور بود. فلوجه شهر است که زمان مرکز گروه های شورشیان مختلف و بعد داعش بود. اینجا آمدیم تا این چهره های مایوس کننده را تغییر بدهیم که برای ارزش دادن به عراقی ها هیچ چیزی نکردند. در گذشته اونا در بیجا شدن عراقی ها، فقر و در انزوا قرار دادن اونا سهم داشتند. ما چهره های جدید می خواهیم. مردان جوانی که برای مردم، برای وضعیت صحی، تعلیم و تربیه و تمام امور زندگیشان اهمیت قائل شوند. همه پرسی ها نشان می دهد که احتمال برنده شدن دوباره حیدرالعبادی صدر اعظم عراق در این دور با توجه به مشکلات امنیتی، اقتصادی و بیکاری دشوار به نظر می رسد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن. شما اگر بخواهید فشار خون خود را معاینه کنید ممکن به یک مرکز صحی و یا دکتر مراجعه کنید که این کار میتواند زمانگیر باشد. در این اواخر شماری از کارکنان صحی در شهر لس آنجلس آمریکا روی طرح کار میکنند که بر اساس آن مردم بتوانند فشار خون را در آرایشگاه ها و سلمانی ها نیز معاینه کنند. برای این امر کارکنان صحی با 52 سلمانی در شهر لس آنجلس کار آموزشی آغاز کردند. گزارش فائزه المصری را از همکارم میشنوید.
مارک سیمیز از سابق برای آرایش موی خود به سلمانی می آید. او حال یکی از 319 مرد امریکایی افریقای الاصل است که در این پروژه شرکت ورزیده است. او مثل اکثر شرکت کننده های دیگر می گوید که بعد از شرکت در این برنامه به طور منظم فشار خونش را آزمایش کرده و این برنامه را پر اهمیت می خواند. این برنامه زندگیم را نجات داد. این برنامه مرا تحریک کرد تا به خود و اجتماع خود کمک رسانم و کسانی که فشار خون بلند دارند و آگاهی ندارند فشار خود را معاینه کنند. فشار خون بلند افراد را در معرض خطر سکته های مغزی و حملات قلبی دچار می سازد. اکثر مردم حتی آگاهی ندارند. اما اریک محمد یک سلمان می گوید آزمایشات فشار خون در هر قسمت و معاینه خون به طور منظم تغییر را در وضعیت صحی وارد می کند. من زمانی که آرایش موی مشتریان را به پایان می رسانم ممکن معاینه فشار خون آنها 3 تا 5 دقیقه را در بر بگیرد. من آلای فشار خون را به بازویشان بسته می کنم، سپس خودشان درجه فشار خون خود را می خوانند. دکتر رونالد ویکتور متخصص قلب در مرکز طبی سی در ساینا آزمایش فشار خون در سلمانی ها را مهم ارزیابی می کند. به طور متوسط ما بیش از یک دهه بدین سو کسانی را که هر دو هفته برای آرایش مو می آیند تحت تحقیق قرار دادیم. فکر می کنم یک دکتر خوب هستم و بیماران وفادار دارم. بنابراین دریافتم که سلمانی ها یک محل خوب اجتماعی برای مردان سیاه‌پوست بوده و یک محل فوق‌العاده برای آزمایش فشار خون است که به طور منظم تحت کنترل قرار می‌گیرند. وی میگوید که مطالعه کوچک نیست چند سال قبل صورت گرفته بود که پیشرفت اندک را در قبال داشت. این مطالعه به شمول نسخه هایی که به وسیله دواخانه ها داده می شود نشان داده که فشار 2/3 مریضان مرد کاهش یافته است. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن. و بحث طبی این هفته را به بیماری های مقاربتی یا امراض زهروی اختصاص داده ایم. در این مورد از دکتر نبیله نگزی پیمانی، متخصص امراض نسایی و بخش رادیولوژی که در شفاخانه پراویدنس ایالت میشیگن امریکا موظفند، از طریق اسکایپ به برنامه دعوت کرده ایم تا معلومات را برایتان ارائه کنند. خب دکتر صاحب، سلام بر شما، خوش آمدین. در اول اگر به طور فشرده راجع به انواع امراض مقاربتی یا امراض زهروی به ما معلومات بدین و بگوین که این امراض چقدر خطرناک بوده میتونه. سلام و خدا برای شما و بینندگان تلویزیون آشنا تقدیم میکنم. اولا روز مادر را به تمام مادران سرزمین ما و مادر عزیز خود تقدیم میکنم، تبریک میگویم. بیماری های مقاربتی طوری که شما گفتین از طریق تماس جنسی از اشخاص مبتلا به یا مصاب به این مرض به اشخاص سالم انتقال میکنه و عامل آن میتونه باکتری ها، ویروس ها و یا پرازیت ها باشد که امراض و از جمله خطرناکترین آن بیماری ایدز است که توسط ویروس ایدز به وجود میاد و تقریبا مشکل صحی جهانی را ای تشکیل داده و بیشتر از 10 تا 12 میلیون انسان با آن مبتلا هستند. و باید خاطر آور نمود که نه تنها از طریق مقاربت جنسی بلکه انتقال این امراض از طریق ترانسفیوژن خون یا دادن خون از یک شخص مبتلا به شخص مصاب و همچنان استفاده نمودن از سوزنها و سرنجای مشترک جهت تزریق مواد مخدره نیز صورت میگیرد. بله دکتر صاحب، پیش از اینکه به سوال بعدی بپردازیم، اول روز مادر را به شما که یک مادر هستین هم مبارک میگم و به بقیه خانمایی که صدای ما را میشنوه و مادر هستن روز مادر را برشان تبریک میگیم. سلامت باشه. و سوال دوم میپردازیم، شما از این امروز کم معلومات دادین، ولی اگر آیا از مادر امکان وجود داره که به طفل یا به جنینش هم این مرض سرایت بکنه؟ دقیقاً بله، انتقال بیماری های جنسی در 3 مرحله به طفل صورت می گیرد، در صورتی که مادر مبتلا باشد. یکی در زمان بارداری است که از طریق پلاسنتا، خصوصاً در اشکال پیشرفته بیماری سفلیس و ایدز و همچنان تریکومونازیس از طریق پلاسنتا به جنین انتقال می کند. دیگه در زمان ولادت که در زمان حبور طفل از کانال ولادی بیماری های مانند گونوریا و سفلیس و تریکومونازیس به طفل انتقال می و در و مرحله سوم در زمان شیردهی می باشد. یعنی با وجودی که یعنی مادر می تواند به نوزاد از طریق شیر ویروس ایدز و سفلیس انتقال بده. و از این لحاظ است که هر مادری که در مرتبه اول به دکتر مراجعه می کنه تا معاینات صورت بگیرد باید معاینات خون مکمل جهت تشخیص ویروس های
بیماری های جنسی باید در نزد از اونا معاینات عمده خون صورت بگیره. در سابق امراض زهروی مثل سفلیس اصلا تداوی نداشت و مریض محکوم به مرگ می بود. فعلا امراض مقاربت جنسی چقدر قابل تداوی می باشد؟ این اصلا چقدر پیشرفت صورت گرفته، خصوصا در کشورهای پیشرفته چگونه این امراض را تداوی می کنند؟ تداوی آن مربوط به عوامل یا میکروب مربوط به موارد و مربوط به عوامل وجود آرنده است که باکتری است یا ویروس است یا پرازیت است. گمان از آنتی بیوتیک های براد اسپکتروم یا که سایه وسیع داره و در صورت امراض ویروسی مانند ایدز و اچ پی وی هیومن پاپیلوما ویروس از آنتی ویروس ها یا سایکلوویر استفاده میکنن. اما متاسفانه که در بیماری ایدز تا حال تداوی های وجود دارد که به صورت عموم از پیشرفت بیماری صورت میکنند و اگر در ابتدا تشخیص آن صورت بگیرد، یعنی منجر به این میشه که برای نجات یک فرد باشد. اما در اشکال پیشرفته آن هنوز هم تداوی وجود دارد، اما نه اینکه به صورت عمومی از بین برد، اما از پیشرفت آن جلوگیری میکند و مهمترین چیز فقط روشن نمودن اذهان عامه میباشد. بله، از روشن ساختن اذهان عامه گفتین. اشخاصی که به این امراض دچار میشه معمولا در اجتماع یک نوع شرم و ننگ برشان پیش میشه. در این مورد شما چی گفتنی دارین به مردم؟ گفتنی ما ایست که در حال حاضر اگر ما فکر کنیم یگانه صلاح مؤثر جهت از بین بردن این بیماری، خصوصا در ممالک یا جوامع سنتی که مملکت ما هم از به جمله آن شمرده میشه، بلند بردن اذهان عمومی مردم، ترویج و بهداشت سالم و همچنان در نزد جوانان و نوجوانان میباشد. متاسفانه در ممالک مانند مملکت ما به نسبت تقید مردم به دین مبین اسلام هنوز هم محدودیت های جهت آموزش سالم و یا بحث در مورد مسائل جنسی وجود دارد. بسیار خوب، تشکر. بله، تشکر از شما دکتر. معلومات ارزنده را داشتید. وقت برنامه رو به ختم است. سپاسگزار هستید. سلامت باشین. خداحافظ شما. شاهزاده محمد ابن سلمان ولی عهد عربستان سعودی برای آوردن اصلاحات در کشورش پلانهای گسترده ای را روی دست گرفته است که شامل کاهش محدودیت ها بر زنان نیز می گردد. اکنون در یک کلب ورزشی تعداد از زنان سعودی می کوشند تا در ورزش وزنبرداری پیشرفت کرده و بتوانند در آن بر رقابت بپردازند. در عربستان سعودی، کشوری که زنان در آن هنوز رانندگی نمی کنند، شماری از بانوان به ورزش وزنبرداری رو آورده و قواعد اجتماعی را به آزمون کشیدند. حکومت عربستان در آغاز سال روان در میان موج گسترده ای از تغییرات اجتماعی و فرهنگی اجازه گشایش ورزشگاه های زنانه را صادر کرد. بعضی از این ورزشگاه ها به سرعت با مشتریانی مانند رهام الشعبان پر شده که به طور منظم به ورزشگاهی در شهر شرقی دمام می روند. کسانی که به ورزش علاقه مندی ندارند و یا افرادی که به انجام این ورزش رغبت نشان نمی دهند، عموماً از وزنه‌برداری شکایت می کنند. شماری از باورهای سنتی در مورد این ورزش هنوز وجود دارد، اما برعکس دیدگاه های عمومی در مورد زنان وزنه‌بردار، در واقع این ورزش زنان را در نگه داشتن شکل بهتر، زیبایی و تناسب اندام کمک می کند. شماری از ورزشکاران زن افرادی هستند که دارای سند رسمی ورزشی هستند که زمانی که خارج از کشور به سر می بردند این اسناد را کسب کردند. زمانی که در سال 2013 من از ایالات متحده برگشتم، برای من رفتار مردم در مقابل به وزنه‌برداری زنان و یا استفاده مکمل های غذایی حاوی پروتئین برای بانوان تا حدی زیاد تعجب آور بود. شمار از این افراد به این باورند که اگر زنان از این مکمل های غذایی حاوی پروتئین بنوشند، بدن آنان ظاهر مردانه به خود می گیرد. حتی خانواده خودم نیز عین این باور را داشتند. شماری از دختران می ترسند که ممکن است عضلات آنان مانند مردان رشد کنند، اما اگر افراد از هورمون رشد خارجی استفاده نکنند این امر غیر ممکن است. اما اگر آنان از شیوه های معمول ورزشی استفاده کنند و رژیم غذایی مناسب داشته باشند، آنها تناسب اندام بد از خانواده
پایان آورد که توسط هیچ ورزش دیگر به دست نخواهند آورد. پادشاه عربستان سعودی در ماه سپتامبر اجازه رانندگی زنان را صادر کرد و به سنت محافظه‌کارانه‌ای که توسط فعالان حقوق بشر با عنوان نشانه ای از سرکوب جنبش زنان اسلامی عنوان شده بود پایان داد. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن. بخش دری برنامه ما در همین جا خاتمه یافت و من هم با شما و هم